بریم سراغ سال بعدی آزمون قلمچی امروز. طرح تابع اف ایکس و جی ایکس رو بر ما نوشته. ضابطه اف ایکس هست x4 منهای 1 بر روی رادیکال x منهای 2 و ضابطه جی ایکس هم هست رادیکال x منهای 2 بر روی x2 منهای 1. گفته نمودار تابع اف ضرب در جی چگونه است. تمام گزینه های ما درباره یک نوایی تابع اف ضرب در جی صحبت میکنه. دانش آموزان عزیزی که برنامه ما رو میبینن باید یه چیزی تو ذهنشون باشه. نگرش طراح در این قسمت برای بررسی یک نوایی تابع فقط و فقط و فقط رسم نمودار تابع است. پس بیایم با هم دیگه ضابطه اف ضرب در جی رو بسازیم، سادهش کنیم و بعد این تابع رو در دستگاه مختصات رسم کنیم و ببینیم یک نوایی اون به چه صورت. یه چیزی هیچ وقت یادمون نره، در اعمال روی تابع جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اولین هنر ما تشکیل اشتراک دامنه اف و جی. حالا تو تقسیم بعد ریشه های مخرج رو هم کنار بذاریم. یه دقیقه دقت بکنیم به نوشتن من. طبیعتاً اگر دانش آموزان عزیز ما ضابطه اف ایکس رو نگاه بکنن برای تعیین دامنش به راحتی فقط بعد عبارت زیر رادیکال مخرج رو مثبت بذارن، دامنه ما میشه از 2 به بعد. و تابع جی ایکس رو هم اگر نگاه بکنیم دامنش خیلی راحت، اگر بیایم صورت رو بزرگتر مساوی صفر قرار بدیم میشه از 2 بسته تا مثبت بی‌نهایت. که اگر ریشه های مخرج یعنی 1 و منهایک رو از این فاصله خارج کنیم میبینیم 1 و منهایک تو این فاصله نیستن، پس طبیعتاً دامنه ما از 2 تا مثبت بی‌نهایت. اشتراک اینها رو در نظر بگیریم میشه 2 باز تا مثبت بی‌نهایت. پس اگر خواستیم ضابطه اف ضرب در جی رو رسم بکنیم باید حواسمون باشه که این ضابطه از 2 به بعد رسم بشه. بریم اف رو در جی ضرب کنیم. بچه اگر ما این دو تابع رو در هم دیگه ضرب بکنیم خیلی راحت رادیکال x منهای 2 با هم دیگه میرن و ما اگر جای x4 منهای 1 بنویسیم x2 منهای 1 در x2 به اضافه 1 خیلی راحت میتونیم بگیم x2 منهای 1 با هم دیگه ساده میشن و ضابطه که به دست میاریم x2 به اضافه 1. x2 به اضافه 1 همون x2 که یک واحد انتقال قائم پیدا کرده. به نموداری که اینجا رسم شده دقت بکنیم، ما این نمودار را از 2 به بعد میخوایم و همونطور که نگاه کنیم سمت راست رأس سهمی ما قطعا تابع ما اکیداً سعودی خواهد بود که اگر تو گزینه هم بگه سعودی اتفاق بدی نمیافته.